انشاءالله مشکلی پیش نیاید. چرا پیش بیاید سلطانم؟ کماندار مصطفی پاشا با فرماندهان پایگاه صحبت کرده، همه چیز مرتب است. آسوده خاطر باشید سلطانم، استاد جنی خائن تابان کارهایش را پس می‌دهد. امروز شاهد مرگش خواهیم بود. آتی، که تو برای چه آمده ای؟ آمدم مراسم را ببینم والدم، اگر مشکلی نداشته باشند. خیر، چه مشکلی میتواند داشته باشد؟ تماشا کنی. تعظیم جناب سلطان ابراهیم خان. همه سر سفره. گویا چنین انتظاری نداشتید پاشا. تو چه میخواهی بگویی؟ میخواهد بگوید میدانم که علیه من چه کارهایی میکنی. این خائن را دستگیر کنید، دوباره تکرار نمیکنم. آنجا چه خبر است؟ کماندار را کجا میبرند؟ به خاطر شماست والدم، خودش را به خاطر شما فدا کرد. این یعنی چه؟ میدانیم سلطانم، میدانیم چه قصدی داشته اید. همه فهمیدند. مصیبت اصلی ابراهیم مرگش نیست، به سلطنت رسیدنش است. برادرم عثمان، عمویم مصطفی، من، همگی قربانی حرص و طمع والدم شده ایم. میخواهد ابراهیم را نیز به باطلاق خود بکشاند. یک روز خواهی فهمید. برادر مرحومم مراد اینطور گفته بود، حق داشته.
آن روز متوجه این موضوع نبودم، اما دیگر برادرم را تسلیم نمی کنم. به شما تسلیمش نمی کنم والدم. نمی توانید یک برادر دیگرم را به باطلاق بکشانید. آخر چطور ممکن است؟ حتما کسی نقشه ما را فاش کرده سلطانم. یک خائن از پشت به ما خنجر زده. داخل شو. ینیچری را تحریک کرده و میخواستی آشوب بپا کنی، آری؟ استاد جنی را به قتل برسانی و مرا هم برکنار کنی؟ هرگز. فکر برکناری شما حتی از ذهنم نیز خطور نکرده سرورم. انکار هم میکنی؟ همه چیز را فهمیدم. به فرماندهان ینیچری ها برای اعتراض کردن رشوه نیز داده ای. خدا را شکر که از بندگان صادقم بودند و به تو گوش ندادند. من رشوه دادم؟ چه کسی این را به شما گفته؟ مجازات این کارت مرگ است، ولی به یک شرط جانت را میبخشم کماندار. باید حقیقت را به من بگویی. والدم این را از تو خواسته بود؟ او این دستور را داده؟ خیر، هشام سلطانمان به هیچ وجه با این اتفاق آنچه میگویید ارتباطی ندارند. ایشان هیچ وقت دست به توطئه علیه شما نزدند. تمام مسئولیت ها بر دوش من بوده است. این قدرت را من به تو بخشیدم. تو را وکیل مطلقم تعیین کردم. مال و جانم را به تو امانت سپردم. نانی که میخوری مال من است. لکن تو در کنار والدم ایستاده ای. وزیر اعظم او شده ای. دقیقا مثل کاری که با برادرم مراد کردی. به من نیز خیانت کردی. من آن زمان از شما و دولت محافظت کردم. در غیر این صورت نسل تمام می شد و دولت از بین می رفت. دقیقا مانند اکنون. آن استاد جنی خائن به دین و دولت به خاطر منافع خود شما را به سوی پرتگاه می فرستد سرورم. من چهره واقعی تو را می شناسم کماندار. سرچشمه وفاداریت را می دانم. تو را عرض می کنم او را از پیش چشمانم ببرید. اشتباه می کنید. شما حامی دیگری به جز والدتان ندارید. ببریدش. شما حامی دیگری به جز والدتان ندارید. شما چه کردید؟ مگر به شما دستور داده نشد کسی غذا نخورد؟ کماندار پاشا را نیمه راه رها می‌کنید؟ به خاطر شما در آستانه مرگ است. سلطانم،
مگر این خواسته شما نبود؟ این گونه در نامه فرمان داده بودید. چه فرمانی؟ چه نامه ای؟ من هرگز نامه ای ننوشتم. چطور ممکن است سلطانم؟ فرمانده جعفر آقا را آورد. نوشتید که کماندار پاشا خودسرانه این کار را می کند و شما اصلا راضی نیستید. من چنین نامه ای ننوشتم. ببخشید ولی ما وقتی امضای شما را دیدیم. کافیست. معلوم است کسی به ما خیانت کرده. مهر مرا جعل کردند. آن فرمانده را پیدا کن. اطاعت می شود سلطانم. وقتی به خاطر رها شدن از من از ینیچری ها کمک خواسته ای، یعنی تو را خیلی ترساندم. لاشخورهایی مانند تو فقط وقتی بوی خون می شنوند از لانه بیرون می آیند. وقتی قدرت عقاب هنوز پا برجاست چنین جرأتی پیدا نخواهد کرد، زیرا می داند که شکار می شود. یه نگاهی بینداز، کداممون شکار و کدام شکارچی هستی؟ خودت به پای تناب داری که مرا میخواهی ببری میروی و اون تناب را دور گردن خودت میاندازی. سگ پس فطرت، من اگر به جای تو بودم شبها حتی پلکم نمیزدم. اصلا معلوم نیست مرگ کجا و چگونه به سراغت میآید. یک آن ببینی نفست بند آمده است. زود باشید نگهبانان، او را ببرید، اقدام لازم را انجام دهید. طبق امرتان اسم فرمانده را به کشم سلطان دادم، حتما او را خواهید دید. او خیلی وقت است که مرده، دیگر هیچ ردی از او نمیتوانند پیدا کنند. سلطانم، این مسئله هرگز به شما ارتباطی پیدا نخواهد کرد. عالی است، کار بسیار بزرگی انجام دادی کوپولو. تو نیز همینطور سیاوش آقا، پاداش این شجاعت را خواهید گرفت. با یاریتان ضربه بزرگی به کشم سلطان وارد کردی، بزرگترین یاورش را از دست داد. فکر نمی کنم والد سلطان به این راحتی از کماندار دست بکشد. ممکن است سرورمان را قانع کند و خواستار بخشش پاشا شود. دیگر خیلی دیر است کوپولو، راه نجاتی برای کماندار نیست. خیر باشد جناب فرمانده، میخواهید مرا در مخفیگاه اعدام کنید؟ چرا اعدام پاشا؟ من با کمک شما به این مقام رسیدم. همیشه حامی و پشتیبانم بودید. به شما و کشم سلطانمان وفادار هستم. حسین پاشا در بیرون قصر منتظرتان هستند. شما چه میشوید؟ شما به فکر ما نباشید، جان من فدای راهتان باشد. عجله کنید، تا کسی نیامده است بروید.
ابراهیم، بنوش برادرم، زود باش، زود باش. ابراهیم، بیا. اگر یه نیچری به کماندار گوش میداد چه؟ اگر اوسیان میشد چه؟ فقط به استاد راضی نمیشدند آتی که جان مرا هم میخواستند. دقیقا مانند برادرم عثمان مرا از سلطنت برکنار میکردند و میکشتند. ابراهیم دیگر گذشت. سربازان ینیچری نشان دادند که با وفاداری پای تو ایستادند. کماندار نیز مجازات شد. دیگر نمیتواند کاری کند. سالها پیش که مرا از چنگ جلادها نجات داد، فکر میکردم به خاطر من است، به خاطر زنده ماندنم، ولی به خاطر والدم این کار را کرده، به خاطر اینکه سلطنت او ادامه یابد. بزرگترین گناه کماندار این است که او به من نه، بلکه به والدم وفادار است. جان او را میبخشیدم اگر میگفت که کار والدم بوده. خداوند شاهدم است که جانش را میبخشیدم، ولی نگفت. باز از والدم حمایت کرد. نمیگوید. به خاطر والدم خودش میسوزد و او را به آتش نمیاندازد. نمیاندازد؟ البته که نمیاندازد، چون بینشان رابطه ای هست. درست میگویم؟ تو این را از کجا میدانی ابراهیم؟ آن روز شنیدم، وقتی که امیرگون برای بردن من آمده بود، وقتی شما داشتید صحبت میکردید. باور نکردم، حتی احتمال هم نمیدادم. لکن درست است. آری، آیا میانشان رابطه ای هست؟ خیر، رابطه ای نیست ابراهیم. نسبت به والده ایمان هرگز شکی نداشته باش. پاشا برای خود خیال بافی میکند، فقط همین. ای کافر، بعد در مقابل من ایستاده و برایم از سلامتی خاندان و دولت سخن میگوید. پس چشم به والده هم داشته. داخل شو. سربرا، مصیبت. کماندار پاشا هنگام رفتن به اعدام گریخته است. چگونه مانع نشدید استاد جنی؟ فرمانده میگوید از دستانش فرار کرده. دروغ میگوید، از اوامرتان پیروی نمی کردن. از پاشا حمایت میکردن. سلطانم، با نگهبانان صحبت کردم. کماندار پاشا صحیح و سالم از قصر خارج شدند. حسین پاشا ایشان را به جای امنی برده است. خدا را شکر. آن فرماندهی که ینیچری ها می گفتند را پیدا کردید؟ سلطانم، انگار اصلا وجود نداشته است. از همه پرسیدم ولی کسی نمی داند که او کجاست. حتما او را کشته و گوشه ای دفن کردند. آه حاجی، آن ماری که در آستین پرورش دادیم کیست؟ چه کسی آنقدر نزدیک است که وارد اتاقم شده و محرم را جعل کرده؟ سلطانم، نکند کار آتی که سلطانمان باشد؟ من نیز اول به او فکر کردم، ولی اتفاق دیوان جلدهی را از چه کسی فهمیده است؟ کماندار کجاست والدم؟ بگویید او را کجا پنهان کرده اید. من نیز تازه متوجه شدم، به من ارتباطی ندارد، نمیدانم. شما چه کسی را فریب میدهید؟ دیگران کودکی که همیشه به او دروغ میگفتید در مقابلتان نیست. پاشا را شما پنهان کرده اید، میدانم. چگونه از یک خائن که به من و به دولت من خیانت کرده دفاع میکنید؟ کارهایی که کماندار برایت انجام داده را از یاد بردی؟ او برای نجات زندگی تو مرگ را به جان خرید و یا پاداشش این است؟ برای من نبود، او به خاطر شما به سوی مرگ رفت. دلیلش نیست آشکار است، هر دو میدانیم، اینطور نیست؟ شاید نیز احساساتش یک طرفه نباشد. حتی امتناع میکنم که به این تهمت زشت و بی اساس جواب پس بدهم.
حتی اگر به قله قاف هم برود. کماندار را پیدا می کنم و جانش را می گیرم. داخل شو. تمام شد؟ کماندار پاشا اعدام شد؟ متاسفم سلطانم، نمیدانم چطور شد، اما موفق شده از دست نگهبانان فرار کند. کوشم سلطان او را فراری داده. تمام قصد به فرمان اوید. تا وقتی او هست چه کسی به فرمان ابراهیم اهمیت میدهد؟ خشم سرورمان همه جا را به هم ریخته. به نگهبانان دستور دادند، همه جا در پی او هستند. خدا میداند کجا پنهانش کرده اند. هرگز نمیتوانند پیدایش کنند. چه فکری داری سلطانم؟ میخواهی چه کنید؟ مرا تنها بگذار سلیمان آقا، باید فکر کنم. همه جا در پی کماندار پاشا هستیم. هنوز ردی پیدا نکرده ایم سرورم. اگر پیدا می کردید متعجب می شدم. اگر شما مراقب بودید چطور می توانست بگریزد؟ سر کسی که باعث این اتفاق شده را می خواهم. و فردا کماندار باید نزد من بیاید. شنیدی چه گفتم؟ اطاعت می شود سرورم. درد سرم مانند دود بلند می شود استاد جنی. اگر سرم را ببرند و بکنند خیلی بهتر است. این را امتحان کنید سرورم. دیگر نمی شود، نمی شود. هرچه می دهی تأثیری ندارد استاد. از آنها که همیشه حاضر می کنم است سرورم. نمی دانم چرا تأثیر نداشته. بروید، گم شوید، بروید، گم شوید. نگهبان، نگهبان، شیوه کار را برایم بیاورید. درمان درد من تنها اوست. من میشوی. وای ماشالله شیوه کار خاتون. ببین این همه سکه حتی در خزانه همایونی هم نیست. قسم میخورم. مبالغه نکن. وقتی همسران سرورمان طلاهایشان را میشمارند تو این چند سکه سیاه مرا میبینی، در حالی که من لایق آن همه طلا و جواهر هستم. آن وقت چرا؟ من تنها خاتون این حرم هستم که میتوانم غم سرورمان را از بین ببرم و بخندانمشان. بیش از همه شادشان میکنم، ولی کسی قدرم را نمیداند. خب پس دیگر حاضر شو. سرورمان تو را خواستند. باز سرشان درد گرفته است. استاد جنی هم نتوانست کاری کند. البته که نمیتواند. به تو گفتم که شفای ایشان نزد من است. تو برو بیرون، من فوراً آماده میشوم و میایم. باشد، سرورمان را منتظر نگذار. چیزی متوجه شدید سلطانم؟ چه کسی به ما خیانت کرده؟ هر کسی هست باهوش است. هیچ ردی از خود به جای نگذاشته، ولی حتما اشتباهی خواهد داشت. او را پشیمان می کنم. بدتر از مرگ بر سرش می آورم. خوب شد به موقع مداخله کردید و کماندار پاشا از مرگ نجات یافت. سرور ما نگهبانان را در تمام شهر پراکندند. همه جا به دنبال پاشا هستند. انشالله از پایتخت دور شده باشند. هنوز خیر، جایش امن است، پیدایش نمی کنند. عالی است.
اگر نیاز داشتید هر زمان که بخواهید میتوانم به دیدار پاشا بروم. نمیشود به کسی اعتماد کرد. میدانید که دیگر شما را نیز تعقیب میکنند. درست میگویی ترخان. کماندار فردا راهی میشود. پیش از رفتنش چیزی باید به دستش برسد. انگشتر مهر است. هر دری را باز میکند. اصلا نگران نباشید. شخصا آن را به ایشان تحویل میدهم. کشتی حاضر شده است پاشا. فردا صبح زود راهی خواهی شد. برایتان اماراتی را آماده کردم. این چون این مانند خائن‌ها پنهان شدن برای من دشوار است حسین. باید تحمل کنید. مدتی با این بحث کنار بیایید. وقتی والد سلطان با سرورمان صحبت کردن دوباره باز می گردید. نسبت به من شک دارند. آن استاد جنی هم فرصت به دست آورده و مادر و پسر را بیشتر با هم دشمن می کند. نوبت او هم می رسد. من جلادش خواهم شد. من از اینجا نمی روم حسین. بگذار همه فکر کنند که من رفتم. حتی سلطان من در پایتخت میمانم. چون این نکن مصطفی، نه فقط خودت بلکه همه ما را به خطر میاندازی، مخصوصا کشم سلطان را. خیالت آسوده باشد، من اینجایم، همیشه در کنار سلطان من هستم. دست و بدنی مانند تو وجود ندارد شیوه کار. حبه قندم هم برای روحم شفا هستی، هم برای تنم. تمام دردهایم را آرام کردی. طلب کن هرچی از من میخوایی، بگو. من به جز تو چه چیز دیگری میتوانم بخواهم؟ فقط میخواهم به چشمت زیبا باشم و هوش از سرت ببرم. خب میبری، مگر شک داری؟ ندارم، ولی سلطان‌هایت هر روز لباس‌های تازه‌ای تن می‌کنند. جواهرات دارند، مانند خورشید در حرم می‌درخشند. من در کنار آنها جلوه‌ای ندارم. می‌ترسم که لایق تو نباشم. تو هم بپوش، زیبا باش. این ادا و عشوه تو را کدامشان دارند؟ بپوشم و زیبا باشم، ولی با کدام سکه؟ دیگر چیزی برایم باقی نمونده. میخواستم احسان و خیرات کنم،
مرا به سخره گرفتند. هزینه های زیادی نیاز است و من مادر شاهزاده هم نیستم. هرچقدر که بخواهی سکه خواهی داشت پیغندم، حال که نیتت کار خیر است. من نیز مالیات دیار شام را به تو میبخشم. هر طور که دوست داشتی استفاده کن، اصلا سختی نکش. سرورم، آیا درست شنیدم؟ ای گفتید مالیات شام؟ والده بزرگ از این کار عصبانی نشوند. به کسی ارتباطی ندارد، مخصوصا به والدم. سرورم، به سرورمان آمدنم را خبر دهید. با حرمشان هستند سلطانم. چه کسی نزدشان است؟ هماشا؟ شیو کار خاتون داخل هستند سلطانم. برو بیرون خاتون، ما را تنها بگذار. این چه گستاخی است تورهان؟ چگونه بدون اجازه به محضر من میایی؟ موضوعی است که باید درباره اش صحبت کنیم، خیلی مهم است. بگو. ولی موضوعی خصوصی است. پیداست که تورهان سلطان نمیخواهد من حرفایشان را بشنوم. راستش را بخواهید کنجکاو شدم این راز دولتی را بدانم. انشالله مهم باشد، وگرنه. فهمیدم کماندار پاشا کجا پنهان شده است. چگونه؟ کجاست؟ خواهم گفت، ولی من شرطی دارم. هماشاه باید از این قصر برود. به خودت بیا تورهان، کسی نمیتواند برای من شرط بگذارد. به حرف تو نور چشمیم را بیرون نمیرانم. میدانم که در چشم تو ذره ارزش ندارم. مانند یک کنیز وادارم کردی به اون خاتون خدمت کنم. تورهان ببین، صبر مرا تمام نکن. اگر بعد از کاری که با ظریفه و پسرم کرده ای هنوز اینجا هستی، بدان که فقط به خاطر فرزندانم است، وگر نه زودتر از اینها. چه می کردی؟ مرا می کشتی؟ این کار را انجام دادی. از روزی که از من متنفر شدی و هیچ هم پنداشتی مرا کشتی. دیگر بیشتر از این تحمل ندارم. تا زمانی که کماندار پاشا بیرون از اینجا، سلطنت در خطر است. تصمیم با توست. اگر میخواهی جایش را بگویم، باید هماشاه را از این قصر بیرون کنی. خب، آیا شنیده های من درست است؟ واقعا تورهان سلطان به تو خدمت کرد؟ حتما دیگر فهمیده نباید با من درگیر شود. به شما گفته بودم مانند ظریف خاتون نیستم. کسی نمیتواند مرا کوچک بداند، نمیتواند اذیتم کند. اجازه نمیدهم. آشکار از شبیه ظریف خاتون نیستی. او خاتونی بسیار باهوشتر از تو بود. متاسفانه عاقبتتان مانند هم است. این یعنی چه؟ فردا از این قصد می روی به جایی که از آنجا آمده ای. خیال بافی نکن، سلطان ابراهیم هرگز اجازه نمی دهد که من برفم. سرور من تو را راهی می کند، شخصا تصمیم گرفتند. دروغ می گویی. چرا باید بی دلیل چون این تصمیمی بگیرند؟ نمی دانم. اگر می خواهی از خودش بپرس، ولی ناراحت نباش. نزد نامزدت باز میگردی. وقتی صاحب فرزندی شدی این روزها را فراموش خواهی کرد.
در زمانهای دور پسر پادشاه برای معشوقش خیال سلطان قصری ساخته بود و دیوارهای آن قصر را با پوست سمور پوشانده بود. چون فکر می‌کردند پوست سمور آنها را از مرگ حفظ می‌کند، باور داشتند که اگر چیزی را با پوست سمور بپوشانند فنا ناپذیر می‌شود.